خدا. سلام عرض میکنم خدمت زبان آموزان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. جلسه دوم رو هم دیگه میخوایم شروع بکنیم. انشالله که جلسه قبلی و اسایی مطالعه کردید و آماده هستید. این جلسه میخوایم فقط راجع به الگوهای تلفظی با هم دیگه صحبت بکنیم. خیلی جلسه مهمی هست، ازتون خواهش میکنم که خیلی دقیق به مطالب توجه فرمایید. ممنونم. مسئله ترینکن به معنی نوشیدن هستش که جلسه قبلی از این خواهش کردم که اینو به عنوان تمرین خودتون حل بکنید و برامون کامنت بکنید. خب خیلی ساده این رو حذف میکنیم و استت ان ت و ان اضافه میکنیم. یه مسئله دیگه هم بود هایسن، اونم دقیقا این همین مصدر صرف میشه. هایسه دو هایسه زیست هایست بیا هایسن یا هایست و زیون زی هایسن، اونم دقیقا همینجوری. خیلی ساده، اینا همشون قاعده دارن. این رو حذف میکنیم، این مصدر رو حذف میکنیم و است ان ت و ان رو اضافه میکنیم. دیگه آسپراخ دس الفابت یعنی چی؟ یعنی تلفظ صحیح الفبا. اولین نکته که خدمت رو عرض میکنیم املاوت هستش. املاوت چیه؟ این دو نقطه افقی که بالای حرف او و آ و او میاد رو بهش میگن املاوت. یه جوری واسه کشیده شدن حروف میشه. مثلا به این میگن چی اولا؟ به این میگن املاوت، به این میگن املاوت، به این میگن املاوت. املاوت او رو میکشیم، او او کوپا کوپا، یه خورده کشیده تر تلفظ میشه. املاوت که دقیقا میشه ا ب ب، املاوت هم میشه او شتوک شتوک. پس این نحوه تلفظ املاوت هستش. نکته بعدی مال حرف ها هستش که اگه بعد از حروف صدادار بیاد تلفظ نمیشه. یعنی مثلا حروف صدادار رو هم که جلسه قبلی خدمتتون عرض کردیم یه کاملا این زبان انگلیسی بود، اپسیلون رو هم بعضی جا ممکنه ببینید که عنوان حرف صدادار در نظر میگیره. الان اینجا ها قبلش چی اومده؟ او اومده، حرف صدادار هستش. اینجا آ اومده، حرف صدادار هستش. اینجا هم ا اومده. پس چجوری ما باید بخونیم اینا رو؟ زان نمیگیم زهن، ه خونده نمیشه. تال نمیگیم تاهل، یا نمیگیم تهن، میگیم تن. تال زان. نکته بعدی چی میگه؟ حرف ها اگر قبل از حروف صدادار بیاد به صورت ه تلفظ میشه. حالا اینجا اگه قبل از حروف صدادار بیاد، اینجا بعد از حروف صدادار میومد. حالا قبل این مثلا برای اولین کلمه هاوس این حرف صدا دارمونه، قبلش اومده هاوس. ذهن هبن، مشاهده میکنید قشنگ ه تلفظ میکنیم. هبن ذهن هاوس. دو تا ترکیب خیلی مهم که خیلی هم پرکاربرد هستش، خیلی جا مشاهده میکنید، اسوپی هستش که کنار هم دیگه باشن چجوری تلفظ میشه. شپ شپیل شپیل شپورت شپورت شپراخه شپراخه. نمیگیم اش شپ شپیل اشپیل، نمیگیم شپیل شپورت شپراخه. حالا یه کنار حرف ت بیاد چجوری تلفظ میشه؟ شت شتراسه شتات شتونده. به این صورت تلفظ میشه. نکته بعدی این حرف چیه؟ و. پس دیگه دبلیو بهش نمیگیم یا مثل زبان انگلیسی، بهش میگیم و. تو زبان آلمانی هم دقیقا این واف تو زبان فارسی تلفظ میشه. واه و وانن واقوم، میبینید همشون و تلفظ میشه. پس بی ام و رو که برند آلمانی هست رو فهمیدیم چرا میگیم بی ام و. پس بی ام دبلیو اشتباهه دیگه، اگه استفاده میکنید تا الان میگفتید بی ام دبلیو، دیگه بی ام دبلیو نگید، بی ام و. یوت چجوری تلفظ میشه تو زبان آلمانی؟ یه، دقیقا بهش میگیم یه. یعنی مثلا نمیگیم یوت آ یوت آ یوت امند. اینه دقیقا هر جی رو دیدی، جی انگلیسی یا همون یوت، بهش میگیم یه. یا یمند. مشاهده میکنید هر جا یوت رو دیدیم یه تلفظ میکنیم، پس یوت بهش نمیگیم. ترکیب خیلی مهمه بعدی اسه ها، یه ترکیب خیلی معروف که دقیقا معادل هم ش تو زبان فارسی هستش، بهش میگیم ش. دقیقا دیگه پرزیش شیک شات، مشاهده میکنید دقیقا ش تلفظ میشه.
پرزیش شیک شات. حرف فا به صورت ف تلفظ میشه، پس نمیگیم فاوگل، فاوئرواتن، فاوئرگسن. ف دقیقا ف، فاوگل، فاوئرواتن، فاوئرگسن، فاوگل، فاوئرواتن، فاوئرگسن. حرف ت از ترکیب دو تا حرف ت و س تشکیل میشه، نمیگیم چه، نمیگیم تس، چه، چه، تان، کورت، تایت، تان، کورت، تایت، تن. مشاهده میکنید اینجوری تلفظ میشه. این حرف چیه؟ اغ. آر نمیگیم دیگه بهش، اغ. اغ چجوری تلفظ میشه؟ نه ر میگیم تو زبان آلمانی بهش، نه ق، نه مثلا اینجا نمیگیم نه رگال، نمیگیم رگال. یه چیز خیلی نرم بین غ و ر. رگال، رشت، رشنون. اول کلمه وقتی میاد غ خیلی نرم تلفظ میشه بین غ و ر. رگال، رشت، رشنون. در آخر کلمه هم اصلا تلفظ نمیشه، اصلا کامپیوتا میبینید نمیگیم کامپیوتر، زیشر، لغر، زیشا، لغا، تلفظ نمیشه. آر تو آخر کلمات تلفظ نمیشه. معمولا خیلی زیاد هم میبینی معمولا هم با ای آر میاد آخر کلمات، که یه جورایی میشه آ، کامپیوتا، زیشا، لغا. مشاهده میکنید؟ چرا نگفتم لغا؟ یه خورده فکر کنید. دقیقاً به خاطر همون نکته بود که توی اسلاید قبل گفتیم. اچ اومده، اینم حرف صدادار قبلش اومده، موجب کشیده شدن میشه و اچ حذف میشه، نمیگیم لغا. پس دو تا نکته توی این لغت بود. لغا. حالا اگه قبل از حرف اغ حرف صدادارم بیاد تقریباً تلفظ نمیشه. وینه، موگن، ووت. میبینید خیلی نرم و تقریبا تلفظ نمیشه، نمیگیم بیغنه، نمیکشیمش. بیغنه، موگن، ووت. بین دو تا حرف صدادار هم تقریبا همون صدای غ رو میده. غ هر جا گفتیم غ یعنی همون ترکیب نرم بین ر و غ دیگه. لغقین، رکلامیغن. ببینید اینجا اول کلممون هم آر اومده، رکلامیغن. اینجا هم اغ اومده بین ای و ای، دو تا حرف صدادار. اینجا هم بین دو تا حرف صدادار اومده، میبینید بین ای و ای اومده. غزویغن، غزویغن. اینجا هم بین دو تا حرف صدادار اومده. ترکیب مهم سه ها، ترکیب بسیار مهم که خیلی مشاهده میکنید. ترکیب سه ها بعد از حروف آ، او و او صدای خ میده. مثلا شپراخه. چرا اشپراخه؟ اسپراخه چرا نشد؟ یکم فکر بکنید. اینم برای همون دوتا اسلاید قبلی، ترکیب مهم اس و پ کنار هم دیگه اومده، چی شد؟ شپ، شپراخه. اینجا چی میشه؟ چجوری خونده میشه؟ دوخ، دوخ. ببینید سه ها قبلش او اومده. بوخ، بوخ. پس اینجا صدای خ میده. یه سری واژه‌هایی که اصلا آلمانی نیستن اونجا دیگه صدای کاف میده دقیقاً دیگه، مثلا کریست، کروم، نمیدونم کور، اینا دیگه واژه‌های آلمانی نیستن، نمیگیم مثلا خریست و خروم و خور، اینجوری دیگه تلفظ نمیشه. هر جای دیگه هم که اومد تقریبا صدای ش میده. کوشه، شپریکن، شف. این نکته بیان شده که اگر قبل ترکیب املات بیاد صدای ش میده، قبل از این ترکیب سه ها اگه املاوت بیاد صدای ش میده. بیوشا، بوخا نمیگیم، بیوشا. قبل از ترکیب سه ها املاوت اومده. پس تقریبا چهار تا نکته داشت. اگه بعد از حروف آ، او و او اومد چی میده؟ صدای خ میده، دوخ، بوخ، لخ. تو واژه‌های غیر آلمانی صدای کاف میداد. دیگه تقریبا تو بقیه ای موارد صدای ش میده. قبل املات هم بیاد که حتما صدای ش میده. بیوشا. چند تا ترکیب خیلی مهم رو میخواییم بررسی بکنیم. حتما کنار اینا فارسیش رو بنویسید برای خودتون با علامت، با حرکت گذاری. خیلی مهم هستش. ترکیب ا و او میشه اوی.
بنویسید برای خودتون اوی، یعنی چه جوری؟ اینو بخونید نوی نوی تویا تویا. چرا نشد تویر؟ به خاطر همون نکته ار، ار آخر کلمات خوانده نمیشوند. تویا هویته هویته. این ترکیب خیلی مهمه، خیلی پرکاربرد، زیاد هم میبینیدش. پس شد چی؟ او شد اوی. ترکیب بعدی هم که خیلی خیلی پرکاربرد مهم هستش ای، ترکیب ای و این که میشه ای. ایس ایس. بلایبن بلایبن. میبینید اینجا ای اومده، پس میشه بلایبن بلایبن. ایلن ایلن. ترکیب بعدی که خیلی هم مهم نیست، او اوپسیلون میشه ای. میا شپیا. این ترکیب که خیلی مهمه، املات و او صدای چی میده؟ اینم صدای اوی میده. های فیش های فیش. غویمن زویله. میبینید صدای اوی میده. ترکیب بعدی آو او دقیقا میشه آو. هاوس هاوس. ماوس آوتو. و این هم که تقریبا آوائی صدای آی میده. مای کایزا و زایت. یه نکته خیلی مهم که اینجا آوردیم چی هستش؟ میگه اگر ای بعد از ای بیاد خونده نمیشه و فقط موجب کشیده شدن ای میشه. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا اگه ای اومد بعدش ای اومد، فقط این ای رو بکش، ای تلفظ نمیشه. یعنی مثلا اینو بخونیم با هم، یعنی مثلا نمیگیم شپیل، میگیم شپیل. ویدا نه ویدا، ویدا. فلیگن. میبینید اول ای اومده بعد ای اومده، این ای دیگه تلفظ نمیشه، فقط باعث میشه که ما این ای رو بکشیم. فلیگن ویدا شپیل. حرف اس در اول کلمه و وسط و آخر کلمه دو تا صدای متفاوت میده. اگه اول کلمه بیاد قبل از حروف صدادار بشه صدای ز میده. ناکنید این حرف صدادار، این حرف صدادار، این هم حرف صدادار، اولش اومده. چی میخونیم اینو؟ زیبن زهن زاگن. مشاهده میکنید؟ زیبن زهن زاگن. تو بقیه این موارد کلن صدای سه میده. الان اینجا چجوری خونده میشه؟ زسل. آفرین. سسل نمیگیم، اولیش زه خونده میشه چون بعدش هم حرف صدادار اومده، بعد دیگه سه خونده میشه. آوس میسپشتن. صدای سی میده. این ترکیب مهمم صدای ایخ میده. بعضی تلفظ‌ها شاید ممکنه این رو ایک هم بشنوید، ممکنه هونیک بشنوید، ونیک بشنوید، بیلیک بشنوید، ولی خب ما این رو ایخ میخونیم. هونیش ونیک بیلیک، به این صورت ایخ تلفظش میکنیم، به صورت ایگ و یا حتی ایخ تلفظ نمیکنیم. یه ترکیب مهم دیگه ترکیب پ و اف، یا اول کلمه میاد یا وسط و آخر کلمه میاد. باز دو جور مختلف تلفظ میشه. اگه اول کلمه به هم چسبیده بیاد، ببینید حتما به هم چسبیده است. وقتی داریم میگیم ترکیب، منظورمون اینه که دو تا حرف دقیقاً کنار هم بدون هیچ فاصله. اگه اول کلمه باشه دقیقاً صدای ف میده. فلیخت ففا. ببینید ففر نمیگیم ها، ففا. فلگا. ببینید این آ میخونیم دیگه آخرش، آر آخر را تلفظ نمی کنیم. ای آر را گفتیم چی؟ ای اغ میشه آ. ففا فلگا. تو بقیه موارد یا وسط میاد یا آخر کلمه. چجوری؟ به صورت یه ترکیب ساکن پ و اف تلفظش میکنیم. می دقیقا هم پمو میگیم هم اف را. میگیم کپف کپف. اپفل اپفل. کمف. مثلا نمیگیم که کف آفل کمف. قشنگ پ و ف رو میگیم. اولشه که فقط میگیم ف فلیخت. اگه اولش اومد دقیقا میشه ف. اگه وسط و آخر اومد، ببین اینجا آخر رو بردم برای تو، اینجا هم وسط، دوتا مثال کاملا متفاوت. آب فل قشنگ پوفش تلفظ میشه. کپف کمپ. یه ترکیب مهم دیگه هم پوها صدای ف میده. اینا مثل فوتو فیزیک فازه مثلا اینجوری، اینم دقیقا صدای ف میده. ترکیب توها هم دقیقا صدای ت میده. تو فارسی تما تاتا تما تاتا تئوری. مثلا ببین اینجا نمیگیم تئوریه، میگیم تئوری. چرا؟ چون بخاطر همون نکته صفحه قبل، بعد ای اومده فقط ایو برای خودمون میکشیم، ای دیگه تلفظ نمیشه.
خب رسیدیم به اسلاید آخر، یه پسوند رو بگیم. پسوند ت ای او ان سیون خونده میشه، آخری کلمات میاد فونکسیون، جنراسیون، اینفورماسیون. میبینید سیون اینجوری خونده میشه. حرف اوپسیلون هم تو بین حروف صدای چی میده؟ او میده تقریبا. توپ، زنبول، زستم. نمیگیم مثلا اوپسیلون نمیگیم، ما ت اوپسیلون پ مثلا اصلا نمیتونیم بخونیم. توپ، زنبول، زستم. حرف کو هم قبل از او میاد و صدای کو میده. کواچ، کواک، کوادرات. این دیگه به عنوان یه نکته در نظر نگرفتیم. ت س ت اس ها صدای چه میده؟ دویچ بنویسید برای خودتون، اینو به عنوان تمرین برای خودتون بنویسید. دویچ، دویچلند. میبینید که تلفظش چه هست؟ ت اس ها. این رو هم به عنوان یه نکته میتونید خودتون برای خودتون اضافه بکنید. کواچ، کواک، کوادقات. خب خسته نباشید، امیدوارم که درس امروز رو کاملا متوجه شده باشید. خیلی درس مهمی بود، یه جورایی حالا درسته کاملا حفظی محسوب میشه، ولی فقط با تمرین و تکرار و خوندن زیاد مسلط میشید به این قواعد. پس برای جلسه بعدی حتما این نکاتی که خدمتون عرض کردم رو یک بار و یا حتی چند بار مرور کنید و نترسید برید سراغ لغات، کلمات، جملات. یواش یواش از کلمات کوچیک‌تر شروع بکنید به خوندن. هر جا هم اشکال داشتید، احیانا لغتی رو نتونستید تلفظ بکنید، حتما برای ما کامنت کنید و ما اون رو خدمتتون عرض میکنیم. خیلی ممنون، خدا نگهدار.